نوزدهمین روز اسفند ماه برابر با 10 مارس سال 205 پیش از هجرت برابر با 418 میلادی امپراتوری روم یهودیان را از داشتن مشاغل دولتی محروم کرد. سال 136 خورشیدی برابر با 758 میلادی کشتار راوندیه در بغداد، این گروه ایرانی که در واقع برای گرفتن انتقام خون ابو مسلم خراسانی از منصور خلیفه عباسی از ایران به بغداد رفته بودند، پس از ورود به این شهر خود را جانثار خلیفه وانمود و درخواست ملاقات با وی را کردند. آنان پیش از ورود به اقامتگاه خلیفه شمشیرهایشان را زیر لباسشان پنهان کردند تا در جریان ملاقات به وی حمله کرده او را از پای درآورند. اما در جریان این درگیری به خلیفه آسیب نرسید، ولی همه این جماعت به دست عمال او کشته شدند. سال 950 خورشیدی برابر با 1572 میلادی بنابر دستور الیزابت اول در این روز توماس هوارد امیر منطقه نورفک انگلستان به جرم خیانت گردن زده شد. سال 951 خورشیدی برابر با 1573 میلادی زادروز صدرالدین محمد ابن ابراهیم قوام شیرازی معروف به ملا صدرا یا صدرالمتالهین، فیلسوف و بنیانگذار حکمت متعالیه. سال 984 خورشیدی برابر با 1606 میلادی زادروز پیر کورنی، نخستین شاعر دراماتیک و داستان نویس فرانسوی. سال 1240 خورشیدی برابر با 1862 میلادی بنابر تصمیم دولت فدرال آمریکا برای نخستین بار در این کشور دلار کاغذی رایج شد. سال 1275 خورشیدی برابر با 1897 میلادی در گذشت سید جمال الدین اسدآبادی، اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد جهان اسلام. سال 1323 خورشیدی برابر با 1945 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم صدها فروند بمب‌افکن غول‌پیکر آمریکایی به دفعات بمب‌هایشان را بر شهر توکیو فرو ریختند. سال 1327 خورشیدی برابر با 1949 میلادی میلدارد گیلارز، چون در دوران جنگ جهانی دوم مدتی گوینده برنامه زبان انگلیسی رادیو آلمان یا همان رادیو برلین شده بود، در یک دادگاه فدرال آمریکا به جرم خیانت به وطن به 12 سال زندان محکوم شد. سال 1330 خورشیدی برابر با 1952 میلادی کودتای فولخنسیو باتیستا در کوبا به پیروزی رسید. وی به طور رسمی ریاست جمهوری این کشور را بر عهده گرفت. سال 1342 خورشیدی برابر با 1964 میلادی مجلس شورای ملی کابینه حسن علی منصور را که 2 روز پیش از آن و در پی کنارگیری امیر اسدالله علم مأمور تشکیل دولت شده بود تأیید کرد و اداره انتشارات و رادیو تبدیل به وزارت اطلاعات شد.